بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو المعین. از سنت های رسول خدا سنت ازدواج فرمود اگر کسی ازدواج بکنه نصف دینش رو تأمین کرده، اگر کسی ازدواج نکنه از من نیست. اما با تمام سفارش ها و اهمیت و جایگاهی که ازدواج داره، مجموعه ای از خط قرمز ها داره. همینجوری نیست که ازدواج حالا که ارزش داره به هر شکل این انجام بشه، نه، یه خط قرمز هایی داره. حداقل 20 مورد ازدواج حرام هست. من چند تاشو عرض میکنم از ازدواج های حرام. یک، ازدواج های حرام که به صراحت قرآن آمده، ازدواج با کافر. الان تو این رسانه های جدید شخص وقتی با طرفش ارتباط برگزار میکنه نمیگه شما چه دینی داری، ارتباطی میشه وابسته به هم میشن و بعد معلوم میشه این دینی ها بعدن حالا ممکنه عوض بشه. نه، اصلا این عقد باطله، ازدواج حرامه با کافر. حالا کافر هر مدلش باشه، اقلیت باشه، مشرکین باشه، ازدواج نمیشه دختر گرفت، دختر داد. دوم، مرتد اسمش مسلمانه ولی دستورات ضروری دین رو قبول نداره، به صراحت با آگاهی اختیار میگه من نماز قبول ندارم، من دستورات ضروری دین رو قبول ندارم. خب یه اینجور فردی میشه باش ازدواج کرد؟ این ازدواج باطله. یعنی حتی اگه ازدواجم کرده باشن مرتد بشه، ازدواج فسخ میشه، نیاز به طلاق نداره. مورد دیگه، کسانی که در حکم کفارن، یعنی اسمشون مسلمانه ولی مثلا ناسبیه، ناسبیه که حداقل این سران وهابیت یا اونایی که آگاهانه تو این قسمت دشمن اهل بیت هستن، اینها ازدواج باشون حرامه. ازدواج با قلات، کسایی که امیرالمومنین خدا بدونه، با این چیزها ازدواج حرام. امثال اینها که اسمش ممکنه مسلمان باشه ولی چون عقیده منحرفی داره، از این جهت ازدواج با اون حرام هست. ازدواج با محارم حرامه. خب شخص میگه من میشه با خواهر ازدواج کرد؟ اینا به صراحتش خیلی معلومه، اما یه مقدار این قسمت محارم سه دسته است. یه قسمت محارم نسبیه که کمتر آدم فکر میکنه که اینجور مسئله پیش بیاد. یه قسمت محارم رضاییه که اینا قبلا شیر دادن، الان فاصله ای شده، زمان گذشته، یادش رفته که این الان خواهرشه، نمیشه باش ازدواج کنه، اگه فهمید باید جدا بشن. از این بیشتر که اتفاق میاد تو ربیبه است، یعنی دختر زن، نوادگان زن، اینا الان فاصله شده، فکر میکنه حالا که همسرش از بین رفته، از دنیا رفته یا جدا شدن، میتونه از کسی دیگه از این محارمش رو باهاش ازدواج کنه. جمع بین دو خواهر همزمان جزو حرام هاست که نمیشه همزمان با دو خواهر ازدواج کرد. ازدواج در عده، یعنی الان گاهی شده که یه خانومی شوهر داره، شخص با اون مد ازدواج بخواد بکنه، خب حرامه. این خانوم حکم طلاقش اومده، جدا دارن میشن، خواستگاریش هم حرامه، خواستگاریش هم حرامه، نمیتونه باش ازدواجم بکنه. اگر ازدواجم کرد با یه شرایطی حرام ابدی میشن. گاهی الان میان میپرسن بعد از یکی دو سال از ازدواج مشخص میشه که اصلا این جدا نشده بودن، یا در عده بوده، در عده تمام نشه نمیشه حتی خواستگاری کرد، تا چه برسه که ازدواج بکنن. یا افرادی که به نحوی ازدواج میخوان بکنن اما این ازدواج معناهای شرعی داره که یک گناهانی انجام شده که نتیجهش این میشه که این نمیتونه با این ازدواج کنه، زنا کرده، نمیتونه دخترش رو بگیره. و امثال اینها عرض کردم حدود 20 مورد هست که چند نمونش رو عرض کردم. اولین شرط انتخاب همسر اینه که مجاز باشه با این ازدواج کردن. شرایطی دیگه هم داره که انشالله فردا شب عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.